محمد جهان آرا و همراهان همینطوره. خیلی مثال ها بیش از زد در بوده های مختلف، مثلا که با حالا اطفال گیر مرد تو برنامه بیاد خصوصش اعلام میکنه، یه امیر حسین عزیز هم داره، الان هم هر دوتا با هم دارن برنامه رو پیش میکنن و اون امیر حسین امسال رفته کلاس اول، اگه صدا رو میشنوه خوبیدارم سال تحصیل توی امیر حسین عزیز آغاز کرده باشید مهربان باشیم رادیو معارف. این لحظه با حضور یه مهربان دیگه ادامه پیدا میکنه، جناب آقای رضا شیخ محمدی از دوستان خوبم که در حوزه ادبیات و هنر دستی بر آتش دارن و نگاهی متفاوت به مسئله هر هفته ما دارن. دوشنبه ها و گاهی وقتا سه شنبه ها، گاهی وقتا الان فرصت این رو داریم که هم کلام بشیم. همت بلند داد که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ببینیم نگاه آقای شیخ محمدی. سلام آقای شیخ محمدی، سلام و احترام، سلام آقای رضا عزیز. بله بله بله، بلند همتی در خدمت شما هستم. ما سراپا پوشیم تا نگاه یه شاعر، یه اکباز، یه خطاط، یه مجری، هنرمند و اهل قلم رو ببینیم. از چه زاویه شما به این مسئله نگاه میکنیم؟ عرض شد که بلند همتی یعنی من به وضع کنونی خودم قانع نباشم، در واقع عقب فضاها و افقهای تازه بگردم. حالا این حالت خوبه یا بد؟ به نظر من باید آسیب شناسی کرد. ببینید، ما دو جور بلند همتی یا بلند پروازی داریم: پسندیده، ناپسند. اگه تحت تعریف پا از گلیم خود فراتر گذاشتن باشه بده. ها، شما لیست دارایی ها و امکانات تو میدونی و واقفی که محدودند، اما در این حال از سر غرور یا جوزدگی یا پوز دادن یا روکم کنی میری سراغ سنگ بزرگ زدن، یه کلاهی انتخاب میکنی که برای سرت گشاده، یه شعری رو شروع میکنی به سرودن که دانشت اونقدر نیست که بتونی تمومش کنی، دو قافیهش میمونی. خب این خوب نیست. ببینید، چند جا قرآن به انسان گفته استوب، جلو نرو، اگه دانش چیزی رو نداری ورود نکن. لا تقف ما لیس لک بهی علم، اسرا 36. یا گفته خودتو دستی دستی به هلاکت ننداز، خودکشی با شهادت طلبی فرق داره. لا تلقو بعیدیکم الا تحلکه، سوره بقره 195. همون قرآنی که میگه لا تخافوهم، نترسید، بزنید، برید جلو، آل عمران 175. یه جاهایی گفته پیشروی ممنوع، یعنی هر جلو رفتن و تهوری ستودنی نیست. کلاغ اگه بخواد جسورانه پا تو کفش کبک بکنه که راه رفتن این پرنده رو بیاموزه، ستودنی نیست. یا شغال بخواد با گیریم کردن خودشو جای طاووس جا بزنه به قول مولوی، آخرش رسوا میشه. لذا ترکا میگن از بیلدگین اوینا، یعنی اونی رو که بلدی بازی کن، در غریبی لاف نزن. شاعر میگه حافظ، نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پا از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. یه جا گفته آن سرزنش که کرد تو را دوست، حافظا بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای؟ یعنی لقمه گنده تر از دهانت رو نه بردار نه آرزوشو بکن. بله، ببینید، اگه پیامبر صلوات الله علیه فرموده من بعد از خودم نگران امتم، میترسم دوچار طول العمل بشن، یعنی آرزوی دراز، خب پس چرا میگن آرزو بر جوانان عیب نیست؟ الان همین جوانایی که شما تو این برنامه از
ازشون یاد دارید که اینا آرزومند بودن و به آرزوشون رسیدن و برایشون عیبم نبود. پس با اون حدیث پیامبر چطوری باید جمعش بکنیم؟ اتفاقا همین حافظی که اسمش رو بردیم یه جا گفته بس طور عجب لازم ایام شباب است، یعنی جوان باید جوانی کنی. یا یه جا گفته رندی و هوسناکی در عهد شباب اولا، باید برای آیندهش نقشه بکشه. ببینید چی کار باید بکنیم. میگی بله باید نقشه بکشه، ولی خیال پردازی نباید بکنه که از حد امکانات و دارائیهاش فراتر باشه. مثلا تو آرزو میکنی من یه قصری داشته باشم مجلل و درندشت. خب یه همچین قصری مواد و مصالح و هزینه میخواد که ایل و طایفه تو هم جمع بشن که نمیتونن از پسش بر بیان. تازه اگه حریفش هم بشن به این قصر رو بسازن و بخوان بسازن، از کجا تو یقین داری که زنده بمونی و بتونی از این استفاده کنی؟ ای بسا آرزو که خاک شده. اینجور بلند همتی خوب نیست. ببین من گفتم آسیب شناسی یعنی این. بله اگه یه قصری که تو ذهنت هست یک اثر معماری باشه، مثل تاج محل در آگرای هندوستان که بنده رفتم، از عجایب هفتگانه جهان، بگی من اگه بودم خودم بهره ببرم، اگه نبودم دیگران تا قیام قیامت بیان لذت تماشای این بنا رو ببرن، آرشیتکت ها توش بگردن و بچرخن و پایان نامی معماری بنویسن. این به نظرم آرزوی خوبیه ها، چون به عمر خودت محدودش نکردی. ببینید الان مشکل ما اینه، اکثر ما همه چیز رو برای دنیای خودمون میخوایم و دنیای ما محدوده، پایانش هم نامشخص، هر لحظه ممکنه من بمیرم. الان این حجاجی که دوچار این حادثه شدن از کجا میدونستن که همچین اتفاقی قراره تو اون قضیه بیفته؟ فقط خدا عالمه به وقت مرگ ما. لا یجلی حال وقتها الا هو، اعراف 187. بنابراین من رضای شیخ محمدی اگه زرنگ باشم باید بلند همتی ها و آرزوهامو به دایره عمرم محدود نکنم. ببین سعدی شیرازی از اون آدمای زبر و زرنگه. آرزوش چیه؟ آرزوی سعدی چیه؟ میگه خدایا یک اثر هنری من تألیف کنم، اسمشو بذارم گلستان، اما گلستانی که همیشه خوش باشد، حاوی گلهایی نباشه که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد به قول حافظ، بلکه از باد و باران نیابد گزند. فردوسی. ببینید این آدم یک بلند همتی واقع گرایانه میکنه، چون فنای خودش رو توش لحاظ کرده، میدونه خودش یه روزی نیست، میگه پس یه کاری بکنم بعد از منم باشه، کتابم باشه، من باشم نباشم مهم نیست، غرض نقشی است که از ما باز ماند. این آدم به آرزوش هم رسید. اتفاقا خبر دارید که الان 780 ساله که از تصنیف گلستان سعدی میگذره، اما پلاسیده نشده، با تراوت و تازه است. حالا از سعدی بالاتر یه مثال براتون میزنم، آسیه زن فرعون. چه خوبه ما یاد بگیریم ازش. قرآن هم تحسینش کرده، گفته الگوی شما مردا هم هست همچنان که الگوی بانوان است. ببینید یک بلند همتی واقع گرایانه میکنه. چرا؟ چون پرنده فکر و خیال پردازیشو برده تا آن سوی دایره حیات نباتی. میگه خدایا رب ابن لی، آرزو و بلند همتی رو نگاه کن، تو قرآن میگه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، سوره تحریم آیه 11. میگه که من قصر اتنا آرزوی. این زن توجه داره به امکانات خودش، حواسش بوده که اونور مرز دنیا هم در حوزه استحفاظیه اوست، خودش ملکه شاه شاهان بوده، بهترین امکاناتو به ظاهر داشته، ولی نه که فانیست، حواسش به این فنا بوده. میگه چه فایده، من بسم نیست. آسیه میگه من زیاده خواهم. این از اون زیاده خواهی های مثبته. میگه من میخوام بلند همت باشم، من آرمان بلند پروازم اینه، خدایا پیش خودت در بهشت برای من قصری بساز. اگه تو تونستی اینجوری بلند همتی بکنی عالی، اگه تونستی اینجوری آرزو بکنی دیگه آرزو بر تو عیب نیست، و مطمئن باش دیگه مایه نگرانی پیامبر هم نیست آرزوی تو. اگه اینجوری تلاش کردی همت بلند دار، که مردان روزگار از همه و زنان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. عرضم تمام. خواهش میکنم.
عالی، خیلی عالی استفاده کردیم. یه مجموعه حالا از کلمات معصومین، برخی از آیات قرآن، بعد از ریشه های ادبی استفاده کردید، از شعر شعرهای گرانقدر، و خلاصه ممنونم از اینکه امروز هم مهربانانه تو برنامه خودتون اومدید. روز بسیار خوبی آرزو می‌کنم. عزت زیاد، خدا نگهدار. خدا نگهدار. تو باشه 7:40 و تقریبا 6 دقیقه است صبح دوشنبه. موفق باشید. خیلی عالی. دستتون درد نکنه. سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.